Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Learn and Enjoy. Et cette fois, nous allons commencer le livre Alter Ego B1. Aujourd'hui, on va étudier ensemble la structure du récit. امروز میخوایم با همدیگه بریم سراغ ساختار یک قصه. میخوایم با همدیگه یاد بگیریم ببینیم قصه چیه، چه بخشای متفاوتی داره و این بخشا رو دونه به دونه بررسی کنیم. Suivez-moi. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner ici et cliquez sur la clochette. C'est parti. Alors, la structure d'un récit. می‌خوایم با هم دیگه ببینیم که استراکچر ساختار یک قصه چیه. قصه از سه قسمت اصلی، le commencement ou la situation initiale et après le déroulement et finalement le dénouement ou la fin تشکیل شده. یعنی از سه قسمت اتفاق اصلی، بدنه یا پیشرفت داستان و در نهایت پایان بندی تشکیل شده. بون. حالا بریم دونه به دونه این اجزا رو با هم دیگه بررسی بکنیم. Alors, chaque récit que vous lisez ou que vous entendez est composé de trois parties. La première partie étant la situation initiale. Accident, une action qui déclenche les événements. خب هر قصه ای، هر داستانی که ما میخونیم یا میشنویم یه اتفاق اولیه توش میفته و داستان از اونجا شروع میشه. Ça c'est la situation initiale. اون وضعیت اولیه‌ای که داستان توش اتفاق میفته. Bon, on fait connaissance avec le personnage principal ou le héros ou l'héroïne. خب توی این قسمته که ما با قهرمان داستانمون آشنا میشیم. کی هست، چی کار است، زن یا مرد، لرو ou le héros ou l'héroïne. Bon, qui est-il? Où vit-il? Que veut-il? Où va-t-il? خب یه سری سوالا هست که اگر که بخواین خودتون یک قصه بنویسید یا این جواب ها رو توش پیدا بکنید باید بدونید کی هست، کجا میخواد بره، چی کار میخواد بکنه و هدفش چیه یا که وتیل چی میخواد اصلا. Bon. Normalement, on commence la situation initiale par des expressions. یه سری عبارت هایی هست که به شما کمک میکنه تا این شروع رو پیدا بکنید. Bon. On dit par exemple un jour, یه روزی، یه آقایی، یه خانومی، یه قهرمانی، یه شاهزاده‌ای، یه شاهزاده خانومی، داستان اینجوری شروع میشه. او بیان il y a bien longtemps, در زمانهای دور داستان شروع میشه. Il était une fois, خب جمله معروف روزی، روزگاری یا یکی بود، یکی نبود. اینا میشن عبارتایی که برای شروع داستان ازشون استفاده میکنیم. بریم قسمت بعدی رو ببینیم که مربوط میشه به بدنه اصلی قصه ما، le déroulement. Maintenant, parlons de la partie principale d'un récit qui est le déroulement ou bien le milieu. Alors, le milieu est composé de trois parties séparées. Le héros a un problème. داستان ما معمولاً با یک مشکلی که برای قهرمان داستان اتفاق میفته شروع میشه. Que se passe-t-il? Que lui arrive-t-il? Qui veut lui faire du mal? Comment? یه سری سوالایی رو ما میتونیم از خودمون بپرسیم اگر که بخوایم داستانی رو بنویسیم یا بخوایم جزئیاتش رو تو داستان مشخص بکنیم. چه اتفاقی داره میافته؟ چی به سر قهرمان داستان داره میاد؟ کی میخواد به قهرمان داستان آسیب برسونه؟ چطوری میخواد این کار بکنه؟ اینا همه میشن لو ایرو آ ان پروبلم، اون مشکلی که برای قهرمان داستان به وجود میاد. La partie suivante, c'est les péripéties. حالا
اون ماجراهایی که برای قهرمان داستان پیش میاد توی قسمت بعدی بیان میشه. Que fait le héros pour résoudre le problème؟ حالا قهرمان داستان برای حل مشکلاتش چی کار میکنه؟ توی این قسمت قهرمان داستان توصیف میکنه یا ما از خلال گفتگوها، دیالوگها یا از زبون راوی داستان میفهمیم که چی کار کرده. La partie suivante, le personnage ou les personnages secondaires. شخصیت‌های در واقع دومی، سومی وارد داستان میشن. شخصیت‌های کاور کننده یا شخصیت‌های پشتیبان وارد داستان میشن. پرسوناژ کی ویان او سکور دو هرو. این شخصیت‌ها میتونن به قهرمان اصلی داستان ما کمک بکنن یا سنگ جلوی پاش بندازن. کی ویان لیده؟ کمان؟ کفتیل؟ کی به کمکش میاد؟ چجوری این کار میکنه؟ و چطوری به قهرمان داستان کمک میکنه؟ بون. سسون سی تروا پختی کی فرم لو دیرولمان لو میلیو دو رسی لا پختی لا پلوز امپورتان و اون کمخون سو کی سو پاس دان لا وی دو نوتر ایرو. حالا توی قسمت بعدی میخوایم ببینیم که داستان رو چجوری میبندیم و توی این پایان چه عبارتهایی استفاده میکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ اون قسمت آخر، من یادم رفت که بگم از چند تا عبارت خاص مثل همیشه استفاده میکنیم. عبارتهایی مثل توتاکو، سودان، انجور، امتان، همون اتفاق پررنگ داستان ما رو بیان میکنن. و در نهایت وقتی که ما میخوایم شخصیت‌های پشتیبان رو وارد داستان بکنیم، میتونیم از کلماتی مثل می، اوغوزمان، پخشانس استفاده بکنیم، جایی که یک کمکی به قهرمان داستان شده یا نه برعکس اتفاق بدتری براش پیش اومده به کمک می، اوغوزمان، پخشانس بیان میشن. Alors, la partie, la dernière partie, ok? Alors, maintenant, la dernière partie, le dénouement. حالا میخواییم بریم قسمت آخر، پایان بندی قصه رو ببینیم که به چه شکل انجام میشه. Le dénouement, tout d'abord, ça veut dire la fin du récit, la fin de l'histoire. L'histoire se termine et on voit le résultat. Alors, comment se termine l'histoire? Que devient le héros? حالا این سوالی که از خودمون میپرسیم، چی به سر قهرمان داستان اومد؟ چیکار میکنه و چجوری داستان رو به پایان میبره؟ Comment se termine l'histoire? خب، حالا یه سری عبارتای هستن که دونستنشون به ما کمک میکنه که بفهمیم از اینجا دیگه وارد پایان بندی داستان شدیم. Enfin, depuis ce jour, et ainsi. با این عبارت ها شما قصتون رو تقریبا میبندید و اون نتیجه رو اینجا بیان میکنید. Voilà la structure du récit. خب اینم از ویدیوی دیگه تقدیم به شما. امیدوارم براتون مفید بوده باشه و یاد گرفته باشید چیزایی در مورد داستان و قسمت‌های مختلفش. یادتون نره که ما در شبکه‌های اجتماعی فالو کنید و به دوستاتون معرفی کنید. مشتاقانه منتظر کامنت‌های شما هستیم. تا ویدیو بعدی، چاو.